سلام به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من سیما بهاری هستم، برنامه 30 دقیقه رو خدمتتون ارائه میدم. صحبت میکنیم در رابطه با محیط زیست، مسئله‌ای که یکی از بحث‌های مهم دهه اخیر هست. همراه میشیم با بهروز مهرآبادی. اجازه بدید ارتباطمون بله برقرار هست. سلام میکنم به شما، به برنامه‌مون خوش اومدید. سلام، حال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، همینطور بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، امیدوارم که حالشون خوب باشه و با تشکر از شما که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. خواهش میکنم. و ما در رابطه با محیط زیست، خلاصه دارن میگن که ما مردم با اعمالمون، با کارهایی که داریم انجام میدیم، داریم کره زمین رو به نابودی میکشونیم، غیر قابل سکونت میکنیم. از سوراخ شدن لایه اوزون میگن، از خشکسالی در مناطق مختلف، از زیر آب رفتن بعضی از شهرها، خلاصه از آلوده شدن محیط زیست، ذوب شدن یخهای قطب شمال و جنوب، و کلا صحبتایی که میشه و پیش بینیایی که میشه، اینها همه باعث نگرانی مردم میشه. خب کلا مسئله چیه؟ شما به یک بخش عمدهش اشاره کردین تو صحبتاتون. محیط زیست داره با یه فاجعه روبرو میشه. علاوه بر مسائلی که گفتین، شما آلودگی هوا هست، مسموم شدن خاک هست، باران‌های اسیدی هست، کم شدن روزافزون روز به روز منابع مواد آب آشامیدنی هست، و بروزاتی که این مسائل داره به جز مسائلی که گفتین سیل و خشکسالی که زندگی هزاران نفر، میلیون ها نفر رو تحت آشا قرار داده، بیماری‌های مختلف، بیماری‌های پوستی، بیماری‌های حساسیتی، بیماری‌های تنفسی، انواع سرطان‌ها، اینها همه داره اثر می‌ذاره روی زندگی میلیاردها انسان. مسئله محیط زیست یک مسئله جهانیه، مسئله نیست که مختص به یک منطقه خاص باشه، به یک جای خاص باشه، اثر میذاره. حادثه‌ای که اینجا اتفاق میفته توی فرضاً من کشور سوئد هستم، به راحتی اون سر دنیا تأثیرات خودشو هرچند در دراز مدت خواهد گذاشت. فاجعه چرنوبیل اثر و تأثیرات خودشو در چند هزار کیلومتر اونورتر نشون داد و تو زندگی مردم اثر گذاشت، به جز اینکه در خود محل هم ده ها هزار نفر رو هستیشون رو گرفت، زندگیشون اونا رو کشت، و ده ها هزار نفر هنوز آثار بیماری های اون انفجار چرنوبیل رو با خودشون دارن. این فقط یک مثاله. و برای مردم ایران که دارن به عینه میبینن اثراتشون میبینن، در اهواز با ریزگردها مواجه هستن، در تهران با آلودگی وحشتناک هوا مواجه هستن، در بهشهر سیل میاد و زندگی یک تعداد رو میگیره، این مسئله رو با تمام وجودشون حس میکنن. من خلاصه بگم، اگه کره زمین رو مثل یک ساختمون در نظر بگیریم که عده‌ای ساکن اون هستن و این ساختمون زباله‌هاش به بیرون برده نمیشه، فاضلابی نداره به بیرون، و بعد از یک مدت این تبدیل به یک جهنم میشه، اصلا غیر قابل تحمل میشه. ولی بهروز مهرآبادی میدونید که همه با این ارزیابی که شما دارین میکنین موافق نیستن. مثلا کار سیاستگزاران آمریکا میگن اصلا این ارزیابی غلطه و اصلا نگرانی نیست، جای نگرانی نیست. و در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟ ببینید، من فکر نمیکنم این دیگه کسی چنین ادعایی بتونه بکنه. حتی راست‌ترین سیاست مدارا هم اینو دیگه نمیتونن انکار کنن که کره زمین، محیط زیست داره روز به روز شرایطش بدتر میشه، و میتونن میخوان اینو کم جلوه بدن و بگن مهم نیست و زیاد نیست، ولی در این حال دیگه حتی این روزا قادر به این کار هم نیستن. این بر مبنای آمار و داده های علمیه که وضعیت محیط زیست داره روز به روز بدتر میشه، متوسط درجه حرارت کره زمین بیشتر داره میشه، میزان آب آشامیدنی روز به روز داره کمتر میشه،
میزان اکسیژن هوا داره کمتر میشه، مواد سمی در هوا هوای محیط زیست ما داره روز به روز بیشتر میشه، خاک ها روز به روز بیشتر آلوده میشن. اینا چیزایی هستند که واقعیت هایی که هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. منتها مسئله ای هست که سیاستمداران و سیاستمداران سرمایه‌داری به خاطر منافع ملی، اغلب به خاطر اینکه میگن ما باید منافع سرمایه ما در خطره، باید رشد کنه، و اینو دیگه در نظر نمیگیرن که این در دراز مدت، نه دراز مدت خیلی طولانی هم نه، در زندگی تمام مردم دنیا اثر خواهد داشت. و فقط مسئله اونه که اون چیزی که به اسم منافع ملی، به اسم پیشرفت سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری محلی خودشون میبینن، در حقیقت تنگ نظری، کوتاه‌بینی و حرص آز سرمایه‌داریه که به این شکل مطرح میشه. بله. و یک چیزم بگم، خود مسئله محیط زیست الان دیگه تقریبا کمتر سیاست مداری هست در اروپا، در آمریکا، در کشورهای مختلف جهان که مسئله محیط زیست یک برنامه تبلیغاتی انتخاباتیش نباشه. بنابراین این چیزی که همه دیگه تقریبا بهش واقف شده. شما اشاراتی کردید که چه چیزایی کشون، ولی کلن خوبه یه نگاه یه ذره عمیق‌تر، یه ذره وسیع‌تر بکنیم به اینکه چه عواملی باعث شده که کره زمین به این روز بیفته. ببینین، خیلی این مسئله رو ربطش میدن به صنعت و پیشرفت صنعت و تکنولوژی که شاید تا حدودی هم بشه اینو قبول کرد، ولی در این حال صنعت و تکنولوژی رو میشه در خدمت محیط زیست قرار داد. بالاخره انسان برای اینکه رشد کنه، برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه، برای اینکه دستاورده علمی و مغزی خودش رو، اینا رو در زندگی روزمره‌اش دخالت بده، در طبیعت دخالت کرده و در اون تأثیر گذاشته. این تأثیر همیشه منفی نبوده، در مواردی هم تأثیر مثبت بوده. بالاخره این جمعیت کره زمین باید زندگی کنه، خود تغذیه بشه و در رفاه باشه. ولی مسئله اینه که میشه این علم و تکنولوژی رو در خدمت محیط زیست در آورد و میزان صدمات اون رو کمتر کرد، میزان صدماتی که به زندگی انسان میخوره میشه به مراتب کمتر کرد. من مثال کوچیکی براتون میزنم. ببینید، در سال 2009 اتحادیه اروپا 70,000 تن ماهی و مواد دریایی، ماهی، میگو و محصولات غذایی دریایی از تولید کنندگانش خرید، فقط به این خاطر که اونا رو نابود کنه، به خاطر اینکه قیمت ها رو پایین در یک سطح معین نگه دارن و از پایین اومدن قیمت ها جلوگیری کنن. شما تصور کنید خود این چه منبع چقدر لطمه میزنه به محیط زیست. خود از بین بردن این میزان 70,000 تن مواد غذایی، مواد دریایی فقط، چه لطمه عظیمی به محیط زیست میزنه. به همین میزان حساب کنین چره، گوشت، قلات خریداری شده توسط اتحادیه اروپا تا نابود بشه و قیمت ها در بازار ثابت نگه داشته بشه. این یک مثال کوچکه. یک مثال دیگه براتون بزنم. این در سال 1920 کنسرن های تولید کننده، کارخونه های تولید کننده لامپ اومدن نشستن و گفتن، قرارداد بستن که و کاری بکنن که طول عمر لامپ از 1,000 ساعت بیشتر نشه. اول 2,000 ساعت بود، بعد اینو به تدریج کردن آوردن پایین و به 1,000 ساعت رسیدن. و کارخونه هایی که لامپشون بیشتر از 1,000 ساعت عمر میکرد جریمه میشدن توسط اون کنسرن. اینا اسناد و مدارکش هست و چیزی نیست که پنهان باشه. در سال 1940 لامپی اختراع شد که میتونه 100,000 ساعت عمر داشته باشه و به این لامپ اجازه تولید داده نشد. خیلی مواد صنعتی هستن، لوازم مصرفی هستن که اینا عمرشون عمدن محدود نگه داشته میشه به خاطر اینکه بتونن تولید کنن، بتونن بازار جنس جدید وارد کنن. حالا شما میتونید حساب کنید این میزان جنس تولید شده غیر قابل استفاده چه لطماتی به محیط زیست میزنه. الان در حاشیه بسیاری از شهرها، تو شهرهای ایران به طور مثال میتونیم بگیم، زباله کوه از مواد صنعتی، مواد مصرفی غیر قابل استفاده ریخته شده.
در آفریقا این به مراتب بدتره. آفریقا، بسیاری از شهرهای آفریقا، کشورهای آفریقا تبدیل به زباله‌دانی اروپا شدن و صدها هزار تن اجناس غیر قابل مصرف مثل کامپیوتر، مثل موبایل، تلفن همراه، تلویزیون و یخچال و وسایلی مثل اونجا فقط میره ریخته میشه تو طبیعت و طبیعت اونجا رو به نابودی کشونده. اینا یه مثال کوچیکه. در خیلی موارد کارخونه های بزرگ اینها از ارائه تکنولوژی جدید خودداری میکنن برای اینکه بتونن بعداً این تکنولوژی رو در قالب جنسای جدید دوباره بدن به دست مردم. خب بهروز مهرآبادی، اگر جلوی این روند رو نشه گرفت واقعاً چه اتفاقی میفته نهایتاً؟ و آیا واقعاً با این وضعیتی که دارین میگین امکان داره که نسل بشر مثلا نسل دایناسورا منقرض بشه؟ حالا من فکر میکنم بشر پوست‌کلفت‌تر از دایناسور هاست و خیلی قضاوت در این مورد مشکله، ولی نمیشه دقیق، به طور دقیق نمیشه گفت پیشبینی کرد که چه اتفاقی میفته، ولی اون چی که میشه گفت که ابعاد این فاجعه هر چقدر بیشتر میشه و مهمتر از همینه که تأثیر اون در زندگی 99% از مردم جهان، یعنی کارگران، زحمتکشان، کسانی که ثروت‌های بزرگ ندارن، این اثرش خیلی بیشتر میشه، روز به روز داره بیشتر میشه. انواع سرطان‌ها، انواع بیماری‌های پوستی، انواع بیماری‌های تنفسی، این دائم زندگی مردم فقیر رو تهدید می‌کنه. خیلی راحت الان هر کسی می‌تونه ببینه که کوچه و محلات پایین شهر تهران زباله‌دانیه. همیشه آب سطح آب زیرزمینی سطح اونقدر بالاست که دیگه خیلی مناطق جنوبی تهران کافی فقط نیم متر بکنن تا آب بیاد بیرون و این آب آلوده است، آب به فاضلاب، آلوده به فاضلاب مناطق شمال شهر، آب آلوده به انواع فلزات سنگین، حتی فاضلاب بیمارستان ها و انواع باکتری ها و سموم مختلف که زندگی انسان‌ها رو، زندگی مردم رو شدیداً میتونه صدمه بزنه و سرمایه‌داران خودشون میتونن به هر حال با امکاناتی که دارن در بهترین نقاط زندگی کنن، بهترین نقاط خوشاب و هوا زندگی کنن، محیط خودشون رو از محیط زندگیشون رو از این زباله‌ها پاکیزه نگه دارن، ولی در این حال اون کوتاه‌بینی و اون حرص سرمایه‌داری نمیتونه ببینه که حتی این زندگی خود اون آدم ها هم مستقیم و غیر مستقیم به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار میده و اثرات خودشون تو زندگی اونا نشون میده. به هر حال مسئله محیط زیست رو باید بسیار بدتر از قحطی، بسیار بدتر از جنگ، بسیار بدتر از آتش‌فشان و امثال اون قرار داد که زندگی آدم ها رو داره مورد تهدید قرار میده و باید کار بهش در موردش کرد. آیا امکان جلوگیری از این روند هست؟ چه جوری میشه جلوی این کارو گرفت؟ مسلم این کارو کرد، میشه کرد. من اول صحبتام گفتم میشه علم و تکنولوژی رو در خدمت این کار، در خدمت محیط زیست در آورد. ببینید یک مثال ساده بزنم، اثرات خرابی‌های محیط زیست حتی اگر در با اون اشل‌ها و در چارچوب سرمایه‌داری هم نگاه کنیم، گاهی ضررش هزاران برابر بیشتر از اون منافع اندکی که برای سرمایه‌داری داره. یعنی اینها برای یک دستمال یک شهر آتیش می‌زنن در حقیقت. یک مثال کوچیک بزنم، نشت لوله نفتی شرکت بزرگ نفتی شل بود در خلیج مکزیک که هزاران تن مواد نفتی رو به دریا ریخت، زندگی دریایی، زندگی مردم اون منطقه رو دشواری چند ده کیلومتر، چند حتی صدها کیلومتر تحت تأثیر خودش قرار داد. ماهی‌ها رو کش، مواد حیاتی دریای آبهای اون منطقه رو از بین برد و در صورت و هزاران میلیون دلار، میلیاردها دلار خسارت وارد کرد، اگر فقط با اون اشل‌های سرمایه‌داری بگیم بخوایم حساب کنیم. ولی بعد گزارش‌هایی که منتشر شد حاکی از این بود که با چند صد هزار دلار به راحتی قادر بودن سرمایه‌گذاری، با چند صد هزار سرمایه‌گذاری به راحتی قادر بودن که جلوی این فاجعه رو بگیرن اگه از اول
نمیخواستن صرفه جویی کنن، نمیخواستن از کیفیت کار کم کنن. بنابراین این مسئله قابل حله. میشه از منابع آبی به شکل درست استفاده کرد، میشه از منابع مختلف، میشه تولید رو به شکلی در آورد که مردم بتونن به بهترین شکل ازش استفاده کنن، ولی و کمترین صدمه رو به محیط زیست بزنه. در این که در این حال اینکه مردم سطح رفاهشون خیلی بالاتر از این باشه و بتونن از طبیعت، از زیبایی های اون از استفاده کنن و تو محیط زیست خودشون احساس راحتی کنن. مهم اینه که اون حرص آز سرمایه‌داری رو، اون تنگ نظری و کوتاه‌بینی سرمایه‌داری رو باهاش مقابله کرد، که این باید رفت سراغ اون نقطه اساسی و اونم خود سرمایه‌داریه. ولی به هر حال جنبش‌هایی وجود دارن که در اروپا به خصوص اومدن، تونستن قوانینی وضع کنن تا حدودی جلوی این تخریب محیط زیست رو بگیرن، قوانین رو بگذرونن. اینا خیلی خوبه، در ایران هستن، در ایران هم این سازمان ها هستن، ولی در این حال ریشه اصلی این جریانات دست به ریشه اصلی هیچ کدوم نمیبرن و اون ریشه اصلی هم خود وجود سرمایه‌داری به نظر من. اجازه بدید همین مسئله رو که الان شما گفتید یه ذره توی فاز جزئی تر بهش نگاه بکنیم. صحبتایی که کردین و اشاراتی که کردین به اینکه میشه جلوی این فجایع رو گرفت، ولی همونطور که خودتون هم اشاره کردین احتیاج به سرمایه گذاری داره، احتیاج به پول زیاد داره و باید توجه جدی به این مسئله بشه. و میدونیم که همطور باز خود شما گفتین سرمایه دارا، صاحبان ثروت اهمیت چندانی نمیدن و بیشتر مسئله سوداوری و سوددهی مد نظرشون هست. مردم هم خیلی از خیلی چیزا خبر ندارن، دستشون به جایی بند نیست، قدرتی ندارن که بگن ثروت جامعه باید در اختیار چه بخشی قرار بگیره و چه جوری باید خرج بشه. خب به هر حال چجوری میشه به این موانع فائق اومد؟ ببینیم، باید اعتراض کرد. در اروپا این جنبش ها تا حدودی شکل گرفتن، در آمریکا، در اروپا قوی نیستن، دست به اون نقطه اساسی نمیبرن، ولی باید اعتراض کرد، باید بر علیهش ایستاد. در ایران این گره خورده با موجودیت جمهوری اسلامی که اون وحشی ترین، خشن ترین رفتار رو نه تنها با آدم ها بلکه با محیط زیست داره، ولی نمیشه کوتاه اومد، نباید ساکت بود، باید آموزش داد، باید افشاگری کرد، باید روشنگری کرد، باید تأثیر این مسئله رو تو زندگی تک تک مردم و به خصوص 99% مردم، یعنی محروم ترین و زحمت کشترین مردم، اینو نشون داد و نشون داد که باید به این وضع خاتمه داد. طبیعتا باید هر کس به نوبه خودش هم در زندگی خصوصیش هم در زندگی شخصی هم سعی کنه این مسئله رو مراعات کنه، ولی در این حال جامعه باید قوانینی داشته باشه که با این امکانات رو در اختیار آدم ها هم قرار بده. ولی در این حال مسائلی هستن که خیلی بیشتر از من و شما به طور فردی به صدمه، به طبیعت، به محیط زیست صدمه میزنن. جنگ ها یک نمونه هست، شما و آزمایش مسائل جنگی، یک انفجار هسته‌ای که آزمایشی که انجام میدن، این صدها هکتار زمین رو از هستی، از حیات ساقط میکنه، از بین میبره. باید جلو اینا رو گرفت، باید اعتراض کرد، مانع شد. آزمایش یک هر ابزار جنگی، یه دونه تانک، اینها محیط زیست رو نابود میکنن به شکل وحشتناکی، به در ابعاد خیلی زیاد. و خود جنگ ها هم که خب به نوبه خود اصلا بجز زندگی آدم ها محیط زیست هم داغون میکنن. به طور مثال جنگ ویتنام که آمریکا جنایاتی که در اونجا کرد فقط به آدم ها نبود، تأثیر مستقیمش به آدم ها هم برمیگرده، ولی حیات رو از بین برد، زندگی رو از بین برد و محیط زیست رو از بین برد. اینا یه نمونه های کوچیکی هست که بمباران های عراق، یک مثال کوچیک دیگه براتون بزنم، در شهر فلوجه طبق تحقیقاتی که دانشمندان آمریکایی کردن، کارشناسان دانشگاه میشیگان کردن، در شهر فلوجه به خاطر بمباران هایی که انجام شده، وجود فلزات سنگین و مواد مسموم در اون منطقه، بیش از 50% زنان سقط جنین میکنن و تقریبا طبق همین گزارش 45% از نوزادانی که به دنیا میان
دچار معلولیت های مادرزادی هستم، معلولیت قلبی، ذهنی و نقص عضو. این وحشتناکه و اینو باید با اعتراض، با روشنگری به مردم گفت و فشار آورد به دولت ها که به این وضع خاتمه بدن. بله، جمهوری اسلامی و محیط زیست. باز شما خودتون اشاره کردین، گفتین جمهوری اسلامی همونطور که با مردم با خشونت رفتار میکنه، با محیط زیست هم همین جوریه. این خشونت، رفتار خشونت آمیز با محیط زیست هم هست و از اون جمهوری اسلامی است که انتظاری بیشتر از این هم انگار نمیشه داشت. اما چرا کمتر در مورد جمهوری اسلامی و محیط زیست گفته میشه و حرف زده میشه؟ چرا اینجوریه؟ من اشاره کردم در ایران هم جنبش های وجود دارن، نشریاتی وجود دارن، سازمان هایی وجود دارن که به این اعتراض میکنن، دارن روشنگری میکنن، کارشون هم خیلی خوبه، دستشون درد نکنه. ولی در این حال اون خفقان سیاسی که وجود داره و حرص آزی که سرمایه‌داران اسلامی دارن، ابعاد تخریب محیط زیست رو در ایران صدها برابر بیشتر کرده. شما تصور کنید اینو، این فکر میکنم چیزی که من به چشم خودم دیدم و فکر میکنم که میلیون ها نفر این صحنه رو دیدن و واقعا اشک به چشمشون اومده وقتی که رفتن سواحل شمال ایران و دیدن که ماشین های شهرداری های شهرهای شمال ایران اومدن زباله ها رو در کنار حاشیه دریا خالی کردن به خاطر اینکه مردم به دریا نرن. این یک مثال کوچیکه. شما بجز این که مانع لذت بردن مردم از طبیعت شدن، هزاران تن مواد سمی رو وارد آب دریا کردن، وارد محیط زیست کردن، زندگی گونه های مختلف دریایی رو از بین بردن، اقتصاد مردمی که با به هر حال حیاتشون به دریا یک جوری به شکلی مرتبط بوده صدمات شدید زدن و زندگی صدها هزار نفر رو به این شکل صدمه زدن بهش. جنگل هایی که توسط جمهوری اسلامی از بین رفته فقط به خاطر اینکه زمیناشو بعد بیان بفروشن. من اشاره کردم به سیل بهشهر. در سالهای اخیر ده ها مورد سیل در منطقه گلستان، در مناطق شمالی ایران اومده فقط به خاطر اینکه پوشش گیاهی زمین از بین رفته توسط زمینخواران، توسط سرمایه‌داران، و همه اینا هم به شکلی در قدرت هستن در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جنگل‌ها رو از بین بردن، به خاطر سود ناچیزی که از چوب اونجا یا اینکه میبرن و اینکه اون تبدیل به زغال کردن، و فقط به خاطر اینکه زمینای اونجا رو بعد بتونن بفروشن. بله. بهروز مهرآبادی، من معذرت میخوام از اینکه مجبور میشم صحبتتون رو قطع بکنم چون داریم به پایان برنامه‌مون میرسیم، اما یه سوال اساسی من مونده که اجازه بدید تو این 2 دقیقه‌ای که فرصت داریم این سوال رو مطرح بکنم. اونم اینه که آیا فکر می‌کنید جریانات سیاسی، جریاناتی که فعالیت سیاسی دارن میکنن، یک بخش از تلاش و فعالیت خودشون رو باید اختصاص بدن به مسئله محیط زیست، یا اینکه مسئله محیط زیست یه چیزی هست مربوط به کسانی که فعالیت‌های محیط زیستی میکنن؟ چه کار باید کرد؟ به نظر من یک بخش مسئله سیاسیه، الان دیگه منحصر به گروه‌ها و انجمن‌های طرفدار محیط زیست نیست. و اشاره کردم این زندگی آدم‌ها رو مستقیما تحت تاثیر خودش قرار میده و زندگی میلیاردها آدم رو، و بستگی هم داره مستقیما به اون ساختار سیاسی، ساختار حکومتی که بر زندگی بر بخش مهمی در بر تمام جهان در حقیقت حاکمه، و بنابراین این مسئله کاملا سیاسیه و باید با اون به طور سیاسی برخورد کرد. فعالیت این سازمان ها و انجمن های طرفدار محیط زیست قابل ارزشه، با قابل احترامه و باید هرچی بیشتر افزایش پیدا کنیم، ولی در سطح سیاسی هم این حرکت باید باشه، انجام بشه و دولت‌ها و نظام حاکم بر دنیا رو زیر سوال ببره و به جدل و چالش بکشه. به نظر من این مسئله‌ای که نباید فراموش کرد و حتما اینو باید در نظر داشت. مسئله مهمیه که به نظر من هر جریان سیاسی باید در دستور خودش، کار خودش قرار بده. بله، خیلی متشکر از شما بهروز مهرآبادی. منم ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتین و آرزوی شب و روز خوشی برای شما و برای همه بینندگان کانال جدید. خیلی متشکر. بله دوستان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با بهروز مهرآبادی در رابطه با مسئله محیط زیست. حتما با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و احیانا سوالاتتون رو با ما در میون بذارید. من سیما بهاری
برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندم. موفق باشید.